به جهت بارونی که در حال باریدن بود مجبور شدیم که خبرها رو توی استودیو براتون ضبط کنیم. کیان چیکار میکنی؟ خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز. مسافرانی که با خطوط هوایی ترکیه وارد خاک این کشور میشن باید 72 ساعت قبل از پرواز فرم ورود رو با مراجعه به آدرس اینترنتی که زیرنویس میشه براتون پر کنن تا پروازشون از قبرس به ترکیه معتبر و اجازه پرواز به اونها داده بشه. البته این فقط مربوط به پروازهای قبرس به ترکیه است. قبرس جنوبی خواهان مشارکت اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمی 5+1 شده، چرا که معتقد حضور اتحادیه اروپا هرچند به صورت نمادین منجر به افزایش اعتبار و روند کلی نشست میشه. طبق اخبار منتشر شده، آلمان به عنوان یکی از بازیگران قدرتمند اتحادیه اروپا که روابط خوبی هم با ترکیه داره، در خصوص حضور این اتحادیه در جلسه تحت فشار قرار گرفته و انگلیس حامی عدم حضور اتحادیه اروپا است. ارسین تاتار رئیس جمهور قبرس شمالی اظهار داشت کشورش برای نشست غیررسمی سخت تلاش میکنه. قبرس شمالی به همه جهان اعلام خواهد کرد که مبارزات ملت ترک در طول این سالها برای برابری حاکمیتی و دستیابی به همکاری بین دو کشور بوده. ایشون اظهار کرد امنیت در منطقه تنها با حمایت ترکیه به دست میاد. اونال استل وزیر بهداشت اظهار کرده که پس از اعلام برنامه واکسیناسیون، برنامه قرنطینه در منازل به تدریج بین 20 تا 25 مارس به طور کامل اجرا میشه. اولویت واکسیناسیون به برخی از شهروندان داده شده، اما همه برای واکسیناسیون در جایگاه برابری هستند. فعلا افراد در گروه سنی پرخطر بالای 65 سال واکسینه شدن، اما این سن میتونه به زیر 60 سال هم کاهش پیدا کنه. طی 10 روز آینده قرنطینه خونگی آغاز میشه. یه توضیحی هم بدم، ظاهرا برای برخی از دوستان سوال پیش اومده. چند روز پیش توی خبرها شرایط افرادی که میتونن از این روش، یعنی قرنطینه خونگی، استفاده کنن مفصل توضیح دادیم. افراد بالای 65 سال، بیماران قلبی و سرطانی، کسانی که به تازگی عمل جراحی داشتن و یه سری شرایط دیگه. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران درباره اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید که گفته بود دیپلماسی غیر مستقیم با ایران در جریان هست، عنوان کرد با آمریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم گفتگو نمی کنیم و مسیر دیپلماسی کاملا روشنه. امریکا از برجام خارج شده، باید شرایطی رو بپذیره که مجدداً این مسیر تکرار نشه و اون وقت میشه در چارچوب برجام صحبت کرد. و باز هم رکوردی دیگه از ما ایرانی ها برای خرید خونه در ماه فوریه توی ترکیه. بنا به اعلام سازمان آمار ترکیه، ایرانی ها با خرید 477 واحد مسکونی در ماه فوریه سال 2021 در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه قرار گرفتن. کل تعداد خونه‌های خریداری شده توسط اتباع خارجی در ماه فوریه 2964 واحد بوده. بعد از شهروندان ایرانی به ترتیب عراقی‌ها، روس‌ها، افغان‌ها و شهروندان قزاقستان در رده‌های بعدی قرار گرفتند و استانبول، آنتالیا، آنکارا، مرسین و سامسون شهرهای مورد علاقه خریداران بودند. اسامی کشورها رو که نگاه بکنیم هم از دل خوششون رفتن خونه گرفتن. طوفان ارهورماند رئیس حزب جمهوری خواه ترک در پارلمان گفته به سبک مدیریتی شما اعتمادی نیست، کارت به استخون رسیده. شما برای پرداخت کمک هزینه 1500 لیری از مردم خواستید تا درخواست بدن. درخواست 58 هزار نفر به دست شما رسیده و گفتید دولت تصمیم خواهد گرفت. منابع محدوده، اما شیوه مدیریت شما هم صحیح نیست. البته وزیر دارایی امروز گفته که تکلیف این 1500 لیر توی این هفته معلوم میشه. و اما آمار کرونا در ایران، متاسفانه در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان جدید 7980 نفر
و قربانیان جدید این بیماری 100 نفر اعلام شده. خیلی وقت افعال مضارع توی کشورمون از بین رفته. همه با ماضی یا آینده کار میکنن. فلانی فلان کار رو کرد و رفت. ما فلان کار رو میکنیم. هیچکی از حال حرف نمیزنه. تو زمستون وعده نوروز رو میدیم، تو نوروز وعده ماه رمضان و بعدش تابستون و بعدش زمستون و دوباره نوروز. خلاصه که حالی میکنیم به وعده آینده. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستین. تا دیداری دوباره، شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندون.